محمد کریم خلیلی، عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی، میگوید که تاکنون ترکیب، اجندا و زمان سفر هیئت بلندپایه‌ای که قرار است برای گفتگو با طالبان به دوحه برود، روشن نشدند. ما یک جلسه داریم در رابطه با چگونگی رفتن و چه وقت رفتن و چه شکل، و یقینا که فردا بیشتر ما در جریان قرار میگیریم و قضایا روشنی پیدا میکنند تا از این ابهام فعلی برون بیه. محمد کریم خلیلی تأکید می‌ورزد که آتش بس مهمترین موضوع در نشست دوحه خواهد بود. به همه جوانب هشدار میدم که دل خوش نکنند به این پیشروی ها و یا این جنگ ها و یا یک سری حرکت های دیگه ای دیگه، و ممکن اگر این وضع ادامه پیدا کنه طبعا ما احساس میکنم که ما شاهد یک افغانستانی خواهیم بود که از این کرده هم گرفتار مشکلات خواهیم شد. طالبان میگویند که در این دیدار رهبری هیئت این گروه را ملا عبدالغنی برادر خواهد داشت و اعضای دفتر سیاسی طالبان در دوحه نیز در این نشست شرکت خواهند کرد. در این میان حزب اسلامی میگوید که گلبدین حکمتیار در این نشست شرکت خواهد کرد، اما هیئت جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست رئیسی نخواهد داشت. حکمتیار صاحب در یک هیئتی که مشتمل بر کلانای افغانستان باشد و هدفش مذاکره جدی با بزرگای طالبان در دوحه باشه شرکت میکنه. رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که این هیئت با نیت و اراده تامین صلح به دوحه خواهد رفت. با قبولی که صلح طبعا ایجابات خود داره، از هر دو طرف ایجاب جور آمده میکنه، ایجاب مسامحه میکنه، در بسیاری موارد با اینه می روحیه در روجه میریم. اما این ممکن نیست که یک چیزی را کسی بخواه از طریق جنگ به دست بیاره، باز مشروعیت شه در گفتگوها به دست بیاره. پیش از این منابع گفته بودند که 11 تن به شمول عبدالله عبدالله، حامد کرزی، یونس قانونی، کریم خلیلی، محمد محقق، سلام رحیمی، عبدالرشید دوستم، گلبدین حکمتیار، سید سعادت منصور نادری، عنایت الله بلیغ و فاطمه گیلانی به روز جمعه همین هفته برای گفتگو با طالبان به دوحه خواهند رفت و برای یک روز با اعضای این گروه دیدار خواهند کرد.